طی سالهای اخیر تجارت زنان رشد به سزای در کشور به ویژه هرات داشته و البته همواره چالش های نیز صد در راه این قشر بوده است. قسمتی از بازرگانان هرات را زنان تشکیل می دهند. قشری که با وجود همه مشکلات طی چند سال اخیر در کنار مردان دست به کار و بار تجارتی زدند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گویند که بازرگانان زن در بخش های مختلف تجارتی در این ولایت مصروف فعالیت اند. سعد خطیبی رئیس این اداره بیان می دارد که بازرگانان زن در این ولایت نسبت به گذشته پیشرفت بیشتری در بخش بازرگانی داشتند. خواهرای ما تانستند که حضور خود در کنار برادرهای خود در جامعه تثبیت کنند، در بخش تجارت و در بخش اقتصاد هم فعال بودند. خواهرای ما در بخش های پروسس محصولات زراعتی، میوه‌جات، در کشت زعفران، در پروسس زعفران، در کشت های گلخانه‌ای، در قسمت های مختلف الحمدلله فعال بودند. و چی در حتی در تجارت قالین ما داریم خانم های تجارت پیشر که صادرات قالین دارن به بیرون از افغانستان. در حال حاضر بیش از 200 زن در ولایت هرات به کار بازرگانی مصروفند. سعد خطیبی میگوید که اتاق تجارت و صنایع کشور یک اتحادیه را برای بهبود و انسجام کار بازرگانان زن در این ولایت راه اندازی کرده است. ما تانستیم که یک اتحادیه برای خواهرای تجارت پیشه ما جور کنیم و کمیته تخصصی زنان تجارت پیشه در چوکات کمیته های کری دیگر اتاق ما ایجاد کردیم که در همو انتخابات از اون هم انتخابات خیلی شفاف که اونو رئیس به اعضای خود انتخاب کردن و کمیته تخصصی خواهران تجارت پیشه ما که جلسات خود از اونو بین خود برگزار میکنم از طریق اتاق ایجاد شد و این زمینه را برای فعالیت بهتر اونا مساعد کرد. در کنار فعالیت های اتاق تجارت و صنایع هرات، اما زنان بازرگان از چالش ها سخن می زنند. مریم جامیل احمدی یک تن از زنان بازرگان در ولایت هرات می گوید که پروژه های حمایتی در بخش بازرگانان زن در کشور به گونه مقطعی بوده است. برمیگردیم به اینکه خود دونرها و پولهایی که جامعه جهانی به همین هم برای خانم ها آورد، اینا به چی راهی مصرف شد؟ اینا به پروژه های بسیار کوچک، پروژه های بسیار مقطعی مصرف شد، پروژه های بنیادی کار نشد که بر اساس از او بیاین فرض مثال یک شرکت بسیار کلان تولیدی شروع بکنن، سرمایه گذاری بکنن، شرکت های زراعتی و تولیدی سرمایه گذاری بکنن، همکاری بکنن، برای از اونا ماشینالات خریداری بشه، برای از اونا طرح و برند و بسته‌بندی ها از اونا خوب بشه. اینا همه مشکلاتی هست که دونرها آمدن فقط راه برای ما نشان دادن. در همین حال مسئولان در اداره محلی ولایت هرات نیز بر حمایت این اداره از بازرگانان زن تاکید دارند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که بازرگانان زن در این ولایت در بخش های بازرگانی سهم بیشتری نسبت به گذشته دارند. همزمان بعضی نگرانی هایی که در این حوزه وجود داشت، اینا همه به گونه جدی مورد مطالعه قرار گرفته. خوشبختانه ما حالا یک حضور قوی تری از زنان بازرگان در رسانه‌های مختلف داریم، بخصوص در سکتور خصوصی، در سکتور تجارت و طبیعتاً ایجاد مراکز بزرگ، جلب منابع بین‌المللی به خاطر حمایت از سکتور خصوصی، سرمایه گذاری در شرکت صنعتی و اینا همه به خاطر حمایت از سکتور خصوصی است و بخش مهمی از اشتغال، کارآفرینی و حضور قوی زنان، اینا همه سبب شده تا مؤسسات بین‌المللی علاقه‌مند بشن. و تاکید مقام ولایت هرات هم به حمایت از حضور و افزایش مشارکت زنان در سکتور تجارت و بازرگانی است. با این همه در این اواخر برای حمایت از بازرگانان زن یک اتاق تجارت و صنایع مخصوص زنان نیز ایجاد شده است. با وجود همه این گفته ها زنان بازرگان با وجود بیش از 15 سال کار نهادهای ملی و بین المللی هنوز نیز با چالش های جدی مواجه اند و اینکه چه زمانی این مشکلات برطرف خواهد شد گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.